وقتتون بخیر خانم دوستار بازداشت بیش از یکصد خبرنگار فقط در همین دوره ای که در واقع شاهد خیزش انقلابی مردم ایران بودیم و الان از یکی دو ماه گذشته به طرز عجیب و غریبی فشار بر روزنامه نگاران و خبرنگاران رو بیشتر کردن نمونه که داشتیم نیلوفر حامدی و الهه محمدی بوده شرایط رو چطور می دیدید در یک سال گذشته؟ وضعیت روزنامه نگاری همواره تابعی است از وضعیت عمومی اجتماعی و سیاسی در کشور به همین دلیلی که ما در دوره های مختلف تاریخی بسته بر اینکه فضای اجتماعی تا چه حد بسته تر شده تا چه حد دولت ها و اشخاصی بر سر کار اومدن که با آزادی بیان بیشتر مسئله داشتند، فشار بر روزنامه نگاران هم به همین نسبت تغییر کرده ام، چون در زمانهایی که به حال فضای اجتماعی میطلبه که انعکاس بیشتری پیدا بکنه مسائل جامعه و نقش روزنامه نگاران به همون نسبت برجسته تر بشه از اون سمت هم حاکمیت فشار بیشتری بر روزنامه نگاران برده با همین تعریف اگر نگاه بکنیم یک سال گذشته یک نمود و است از آنچه که داره در کل کشور میگذره بزرگترین بحران اجتماعی سیاسی که شاید بشه گفت در یک دقیقه گذشته جمهوری اسلامی باش روبرو رو بوده یک سال پیش تقریبا یک سال پیش با قتل حکومتی محسا جینا امینی آغاز شد و ماها در کشور ادامه پیدا کرد جرقه این اعتراضات وقتی به حال زده شد مسئله ای بود که در واقع روزنامه نگاران تونسته بودن اونو پیشتر برجسته بکنن وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی مداخله بیش از حد حکومت در زندگی خصوصی مردم و در نهایت ختم شد به همین قتل حکومتی و وقتی که روزنامه نگاران در کشور این رویداد رو پوشش دادن و به دنبالش انعکاس دادن اون چیزی که از سرکوب میگذره بر سر جامعه اون که از در بازداشت ها از تیراندازی مستقیم به شهروندان معترض هر قدمی که روزنامه نگاران در راستای اطلاع رسانی درداشتن منجر به این شد که سرکوب بیشتری نصیبشون بشه و به همین دلیل هست که ما الان با این آماری که شما بهش اشاره کردید ده ها مورد بیش از صد مورد بازداشت روزنامه نگاران فقط در همین ده یازده ماه گذشته روبرو رو بودیم و خب من جا داره که حتما نام ببرم از دو روزنامه نگاری که الان به تنها به دلیل اینکه نکاس دادن مسئله در واقع قتل حکومتی ژینا امینی رو طبق رسالت روزنامه نگاری خودشون همچنان در بازداشت هستن و دادگاه اونها با تاخیر بسیار برگزار شده و همچنان هم به این حکمی هنوز منجر نشده این وضعیت به نظر من بیش از هر چیز بیانگر این هست که جامعه ایران تا چه حد دچار بحران هست و همزمان با این بحران ها نیاز به اطلاع رسانی در شرایط سرکوب به شکل پررنگ احساس میشه خانم دوستا خیلی کوتاه به حمایت روزنامه از جریان اطلاع رسانی و از یکدیگر هم اشاره میکنید واقعا لازم به ذکر هست که در شرایطی که این سرکوب گسترده رو ما داریم نسبت به روزنامه نگاران میبینیم اون دسته از افرادی که همچنان تونستن فشارها رو در تاپ بیارن و حوزه روزنامه نگاری رو رها نکنن و وابسته نباشن به حاکمیت به طور خیلی پیوسته حمایت خودشون رو از روزنامه نگاران دربند اعلام کردن و نشون دادن همسران روزنامه نگاران نیلوفر حامدی و اله محمدی جز این روزنامه نگاران هستند روزنامه نگارانی که پشت در واقع دیوارهای زندان یا پشت دادگاه انقلاب تجمع میکنن برای حمایت و نشون دادن در واقع حمایت خودشون از این روزنامه نگاران جز اونها هستن اونهایی که این روزها به رغم همه این فشارها همچنان می نویسند و از حقوق روزنامه نگاران و همکاران خودشون حمایت میکنن جز اونها هستن من فکر کنم واقعا باید دست این همکاران روزنامه نگاران رو به گرمی فشرد که در شهر سختترین شرایط اجتماعی و سیاسی که میشه تا توی جام جهان معاصر برای روزنامه نگاران تصور کرد همچنان تاب میارن و در واقع به رسالت خودشون ادامه میدن ممنون از شما نعیم دوستار روزنامه و فعال حقوق است.